یکی از اصلی ترین اقدام های ارتش عراق در اربعین تأمین،, تامین امنیت زائران است فرماندهی عملیات در شهر مقدس کربلا از تامین زیارت اربعین با مشارکت هزاران نیروی امنیتی دوربین های حرارتی و هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد سرتیب فاهم گریتی مدیر بخش اطلاع رسانی فرماندهی عملیات استان کربلای معلا روز شنبه اعلام کرد که طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام با مشارکت 20 هزار نیروی امنیتی اجرا خواهد شد در حالی که برای تامین امنیت این استان نیز هواپیماهای بدون سرنشین و دوربین های حرارتی دوربرد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مدیر اطلاع رسانی فرماندهی عملیات کربلای معلا افزود فرماندهی با هدف تامین فضای زیارت اربعین که سالانه شاهد حضور میلیون ها زائر است، عملیات پیش دستانه در صحرای کربلا تا صحرای علمبار انجام داده است. گریتی در ادامه گفت 20 هزار نیروی امنیتی در اجرای طرح امنیتی زیارت اربعین شرکت می کنند و این علاوه بر پشتیبانی هوایی ارتش و نیروی هوایی است. همچنین طرح خدماتی و حمل و نقل موازی با طرح امنیتی نیز با هدف تامین خودروهای منتقل کننده زائران به استانهای خود پس از انجام زیارت اجرا می شوند. سرلشکر علی همدانی فرمانده عملیات فرات میانه در سازمان هشت و شعبی نیز ضمن اعلام اینکه این سازمان با هماهنگی فرماندهی عملیات ارتش و پلیس عراق در بسیاری از های امنیتی شرکت خواهد کرد درباره پهپادها و دوربین های حرارتی اظهار داشت علاوه بر هواپیماهای خودکار با برد 150 کیلومتر و هواپیماهای تاکتیکی با برد 30 کیلومتر، 12 دوربین حرارتی با برد 35 کیلومتر نیز نصب خواهند شد. همدانی افزود نیروهای هشت و شعبی در بیشتر محورها و موانع مستقر خواهند شد. و علاوه بر آن نیز در فعالیت خدماتی برای موفقیت طرح زیارت اربعین شرکت خواهند کرد. این در حالی است که سپه بود قیس محمداوی جانشین عملیات رئیس ستاد مشترک ارتش عراق نیز پیشتر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق گفته بود تصمیم گرفته شد یک کمیته عالی به ریاست القانمی وزیر کشور و عضویت من برای تدوین طرحها و بررسی آنها با اداره های استان های پذیرای زائران و میهمانان و استان های محل تردد زائران و همچنین برای کار مشترک با گذرگاه های مرزی جهت استقبال از زائران و تامین همه بخش های زیارت اربعین تشکیل شود. علی اکبری اخبار شیه.